سلام به همه همراهان عزیز کانال تاریخ مشاهیر ایران. من مونا هستم و امروز میخوایم درباره پادشاه ایران زمین کوروش کبیر با شما صحبت کنم. پس با من همراه باشید. کوروش دوم که به کوروش کبیر یا کوروش بزرگ معروف است، روز تولدش مشخص نیست. برخی منابع معتقدند که 598 تا 600 سال پیش از میلاد بوده و برخی دیگر 576 تا 600 سال پیش از میلاد را سال تولد کوروش بزرگ می‌دانند. کوروش کبیر در شهر آنچان به دنیا آمد. کوروش بزرگ فرزند کمبوجی یکم، اصیلزاده پارسی و ماندانا دختر آستیاگ پادشاه مادها می باشد. کوروش کبیر ابرمرد تاریخ، شاه شاهان، پادشاه ایران زمین، شجاع‌ترین و دوست داشتنی ترین شاه ایران بود که با گفتار، کردار و پندار نیک خود انقلابی بزرگ در امپراتوری تاریخ به پا کرد. کوروش با حمایت مادی‌ها خرد نیک و همت والای خود را با هم درآمیخت. او با شجاعت و مردانگی اقوام ایرانی آریایی تبار را با هم متحد و با پادشاهان بدکردار و ظالم زمان خود مبارزه کرد. پس آنها را یکی یکی شکست داد و اکثر آنها را بخشید و مردم را از ظلم آنها نجات داد و مرزهای ایران را تا دوردست‌ها کشاند. او اولین و بزرگترین امپراتوری جهان را بنیان کرد، امپراتوری که در طول تاریخ همانندی نداشت. آن شخص کسی نبود جز کوروش کبیر. برای اینکه ادامه زندگی نامه کوروش کبیر رو با هم بشنویم، زیر این ویدیو با زدن سابسکرایب عضو کانال ما بشید و زنگوله رو فعال کنید تا اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. کوروش در 40 سالگی به پادشاهی رسید و به مدت 30 سال بر مناطق وسیع از آسیا حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل نسبت به معابد بیشترین احترام را نشان می داد. او برای تعمیر و توسعه پرستشگاه ها کمک های زیادی می کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می‌کرد و به کسی اجازه بی‌احترامی نمی‌داد. در امپراتوری او خشونت جای خود را به عدالت داده بود. کوروش کبیر در تمام دوره هخامنشی نزد ایرانیان مظهر مردانگی و پهلوانی و ساده‌زیستی بود. شجره نامه کوروش از سمت خاندان پدری به پارس‌ها یعنی خوزستان کنونی و از سمت خاندان مادری به مادها می‌رسد. همسر کوروش ملکه کاساندان از خاندان هخامنشی است که دارای لقب شاهدخت کاساندان می باشد. همسر او اصالت ایرانی داشت. کاساندان ملکه 28 کشور آسیایی و قدرتمندترین زن در دربار هخامنشیان بود. کوروش و کاساندان 5 فرزند داشتند که نامهای آنها به ترتیب کمبوجیه دوم یا کامبیز دوم، بردیا، آتوسا، آرتیستون و دختر سومی که اسمش ذکر نشده ولی برخی ها معتقدند که رکسانا بوده است. کاساندان تنها همسر کوروش بزرگ بود و با وجود اینکه پیش از کوروش درگذشت، کوروش به احترام او برای همیشه تنها ماند. دستاوردهای کوروش کبیر در طول 30 سال حکومت او به این ترتیب می باشد. آغاز پادشاهی کوروش در فارس و خوزستان و انتقال پایتخت هخامنشیان به شوش. شکست شاه مادها و فتح حکمتانه. تسخیر سرزمین های پارت و ارمنستان. فتح سارد پایتخت لیدی و فتح بابل و آزادسازی 25,000 یهودی برده. و مهمترین دستاورد او تأسیس سلسله هخامنشی بود. فرمان کوروش کبیر و محل حکومت خاندانش روی یک استوانه سفالی به خط میخی و زبان بابلی نوشته شده است. در این فرمان کوروش شیوه رفتار انسانی با ساکنین سرزمین‌های بابل را برای فاتحان ایرانی توضیح داده است. همچنین در این لوح کوروش خود را این چنین معرفی کرده است: من کوروش، پادشاه دنیا، پادشاه بابل، پادشاه بزرگ و نیرومند، پادشاه سرزمین سومر، پادشاه چارگوشه دنیا هستم. من پسر شاه بزرگ کمبوجیه یکم و نوه شاه کبیر کوروش اول هستم. من
از خانواده و دودمانی که همیشه شاه بوده و از شاهی برخوردار بوده هستم. این لوح به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخته شده و سازمان ملل متحد ترجمه متن آن را به تمام زبان‌های رسمی به چاپ رسانده و در کشورهای مختلف در دسترس دفاتر این سازمان قرار دارد. در روایتی آمده کوروش در جنگ با قبیله ایرانی تبار به نام ماساژدها به شدت زخمی شد و پس از 3 روز تحمل درد از دنیا رفت. اما عده‌ای بر این عقیده‌اند که کوروش به صورت طبیعی به دلیل سن بالا در پاسارگارد از دنیا رفته است. کوروش کبیر را در شهر شیراز در فاصله حدود 1 کیلومتری جنوب غربی مجموعه پاسارگاد در دشتی به ارتفاعی حدود 2000 متر از سطح دریا و محصور در میان کوهستان به خاک سپردند. آرامگاه کوروش کبیر در سال 2004 میلادی به عنوان زیرمجموعه پاسارگاد در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این آرامگاه به دلیل قداست عدد 7 از 7 سکوی روی یکدیگر تشکیل شده است که 6 سکو از قطعات تراشیده شده سنگ و اتاقی که برای دفن جسد در آن در نظر گرفته شده است بر بالای آنها قرار گرفته است. در این بنا مانند معماری تخت جمشید از استفاده هر گونه ملات خودداری شده است. البته کارشناسان معتقدند که استفاده از بست‌های فلزی دمچلچله‌ای که احتمالاً جنس آنها از آهن و سربه است در اتصال سنگ‌ها به یکدیگر از مهمترین دلایل استحکام قابل توجه بنای آرامگاه کوروش می‌باشد. به احتمال زیاد کوروش کبیر پیش از مرگش دستور ساخت آرامگاهش را داده بود. آرامگاه او در همه دوران هخامنشی مقدس به شمار می رفت و به خوبی از آن نگهداری می شد. مرسی از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد همین الان لایک کنید. راستی شما چه اطلاعات دیگه ای از کوروش کبیر دارین؟ تو کامنت ها برام بنویسید. تو ویدیو بعدی می بینمتون. خدا نگهدار.